خواستم قبل از شروع برنامه با یه تیکش کوچیک از یه شعری برنامه رو به حساب شروع کنم و سال نورم خدمتتون تبریک بگم. نوروز بمانید که ایام شمایید، آغاز شمایید و سرانجام شمایید. خورشید گر از بام فلک عشق فشاند، خورشید شما، عشق شما، بام شمایید. نوروزتون مبارک. تو این پیشگفتار میخوام خدمتتون بگم این هست که همونجور که بابت گفت من خودمو برانداز میدونم، بنابراین از نظر من جمهوری اسلامی شر مطلق و سیاهی کامله. توی کوزه‌ای که قیر باشه ازش شیر سفید بیرون نمیاد، از کوزه همان برون تراود که در اوست. بنابراین من در اینجا فقط و فقط سیاهی ها، ایراد ها و اشکالاتی که یک نظام ایدولوژیک شیعی بر ما حاکم کرده، بر سیستم آموزش عمومی ما، چون میتونیم ما این رو بیاریم در آموزش عالی هم بررسی کنیم، میتونیم به شکل کلی در فرهنگ جامعه هم بررسی کنیم، ولی من با توجه به تخصصم در آموزش عمومی تا سطح دیپلم بررسی میکنم. لطفاً دوستان، حالا هر کسی آزاده میتونه بگه، ولی از الان در جریان باشید، اگر کسی بخواد به نکات مثبت آموزش پرورش اشاره کنه، من به عنوان کسی که در اونجا کار کردم اینها رو نکات مثبت رژیم نمیدونم. مثل قهرمانان و ورزشکارانی که با تلاش خودشون میرن مقامی میارن، حتی در بعضی رشته‌های کمتر شناخته شده فدراسیون‌ها سنگ اندازی هم میکنن، ولی ورزشکار اینقدر همت داره که میره تلاش میکنه مقام میاره واسه کشور. بنابراین پیشرفت‌هایی که در آموزش پرورش، بعضی وقتا اختراعاتی ثبت میشه در المپیادها، بچه‌ها میرن در سطح آسیایی و جهانی مقام میارن، اینها رو به حساب رژیم من نمیذارم، حاصل زحمات معلمین و کادر مدرسه و خود دانش آموز است. امروز من اینجا هستم تا فقط و فقط از ایرادها بگم. خب به قول واسلاو هاول، سیاست سلیقه است و منم سلیقه‌ام اینه. اما بریم سراغ مقدمه. دوستان عزیز، من در سال 1357 به مدرسه رفتم، یعنی به غیر از دو سه ماه که بعدش اعتصابات صورت گرفت تا خرداد 1368، همزمان با مرگ خمینی جلاد که دیپلم گرفتم، من 11 سال در نظام آموزشی تحت حکومت ایدئولوژیک درس خوندم. یعنی که گفتم 11 سال چون کلاس سوم دبستان رو به اصطلاح جهشی خوندم، در نتیجه من 11 سال مدرسه رفتم. بعدش همون سال در مهمایش دانشگاه فردوسی مشهد رشته فیزیک کاربردی، نه دبیری، قبول شدم. در نتیجه آمدم رفتم بعد از پایان تحصیلاتم سربازی و بعدم حالا یک حوادث کوچک، و از 1377 در شهرها و روستاهای کوچک استان گلستان به عنوان دبیر رسمی فیزیک استخدام شدم تا آخرین روزهای اسفند 1389، معادل با مارس 2011 من در ایران بودم. و اتفاقا روز نوروز 2011 یا 1390 من به فرانسه رسیدم. شما این دوتا عدد اگه جمع بزنید، یعنی اون 11 سالی که مدرسه بودم و تقریبا 14 سالی که دبیر بودم، من 25 سال از عمرم رو در تحت نظام آموزشی یک حکومت ایدئولوژیک زندگی کردم. همینجا هم برای خود تلطیف فضا بگم که امروز آخرین روز اقامت 10 ساله من در فرانسه است و من از فردا در واقع میریم وارد دهه دوم میشم. اینم منباب خالی نبودن عزیزه. نکته ای که لازمه اشاره کنم، همسر سابق من در ایران که ما به اتفاق هم به فرانسه اومدیم، ایشون هم به مدت 20 سال در مدارس راهنمایی شهر گنبد دبیر رسمی بودن. در نتیجه من برای این برنامه از نظرات ایشون هم استفاده کردم، همینجا هم ازشون تشکر میکنم. ضمناً همونطور که گفتم 10 سال فرانسه هستم، برای اینکه میخواستم که اطلاعات به روز رو هم خدمتتون بدم، با دوستان و همکاران سابقم هم در ایران تماسی گرفتم، حالا امیدوارم براشون مشکلی پیش نیاد، و از اونها هم نظراتی رو مبنی بر تغییراتی که تو سالهای اخیر هر چند جزئی اتفاق افتاده، اینها رو هم من گرفتم. بنابراین آنچه که امروز خدمت شما ارائه میدم در قسمت عمدهش تجربیات خودم هست، چه به عنوان محصل چه به عنوان معلم، ولی از همسر سابقم و از دوستان سابق، همکاران سابق، بنده
استفاده کردم از تجربیاتشون که حتما به جاش خدمتتون ارائه خواهم داد. اما بعد از این معرفی کوتاه بریم سراغ این که در مورد این برنامه چرا میخوایم صحبت کنیم. فکر میکنم اولا روشن شد که چرا از من دعوت شده که در مورد آموزش پرورش صحبت کنم، دیگه خیلی واضحه. اما ما سه تا محور تو این برنامه داریم. این سه تا محور یکیش کتب درسی و ابزارهای آموزشی است، یعنی آنچه که رژیم به عنوان آموزش به دانش آموز ارائه میده. قسمت دوم که برای من مهمتر هست، هرچند تو اون قسمت اولم با هم به تفصیل صحبت خواهیم کرد، بحث آنچه هست که اسمشو میشه گذاشت پرورش، یعنی اقداماتی که یک نظام توتالیتر فاشیستی مذهبی انجام میده که بخواهد عقاید خودش را ترویج و تحکیم کنه. در قسمت سومم که البته حالا شاید بخش کوچکتری از داستان هست و من با خاطراتی از خودم حتما به شما اطلاع خواهم داد، صحبت از اون کنترل ها و نظارت هایی است که روی دانش آموز و به ویژه روی معلمین دارند، که در واقع چه در محیط مدرسه و حتی بیرون از محیط مدرسه، که این مسیر رو آنگونه که خودشون اون حاکمان میخواهند در واقع کنترل کنند. ما درباره اینا با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. نکته که باید اضافه کنم تا بحث در واقع مقدمه ما تموم بشه و عرض کردم در پایان هر قسمت فرصت هست دوستان اگر چه بر اساس حرفای خودم چه بر اساس ذهنیت خودشون سوالی دارن بگن، ولی قبلش من یه توضیح بدم که اصلا موضوع چی هست، بعد وارد اون سه محور میشیم. واقعا به جمهوری اسلامی به درستی لقب داعش موفق رو دادن، یعنی اون کسی که میخواد احکام خدا رو اجرا کنه، احکام ایدئولوژی رو که فکر میکنه اجرا کنه. و متاسفانه در کشور ما قرعه بد به نام ما افتاده و اینها 42-43 سال هست که حاکمن. اینها میان عقاید شیعی رو بست و گسترش میدن. از نظر من این عقاید بسیار واپسگرایانه و بسیار خطرناک حتی. درست شد؟ یادتون نره یه نکته هست که شاید خیلی ها میدونن، ولی به هر ترتیب من به عنوان کسی که هم زنده شاهد داستان بودم و هم بعدها در تحقیقاتم دیدم، این که در اوایل انقلاب گروه های چپ به خاطر اون انگیزه های ضد امپریالیستی، ضد سرمایه‌داری، ضد آمریکایی که داشتن، با خیلی از اقدامات رژیم توافق نشون دادن. حالا اگه نگیم همه چپ، اما بخش عمده از چپ این کارو کرد. حالا کیا بودن، چه جوری بوده، من سعی میکنم خارج نشم از موضوع برنامه. اما به ترتیب این چسب استکبار ستیزی، امپریالیست ستیزی و ضد سرمایه‌داری بودن، میاد دو تا گروهی که نظر عقیدتی اصلا به هم شبیه نیستن، حتی دشمن هم هستن، رو به هم نزدیک میکنه. در نتیجه حاصل این مثل یه قیچی بود که نظام آموزش پرورش ما رو قیچی کرد، که ما توی برنامه حتما بهش خواهیم رسید. چند تا از این اقدامات رو من فهرستوار براتون میگم. یک، یه عملی اتفاق افتاد در سالهای 59 تا 61 در کل ادارات دولتی به ویژه در سطح معلمین و استادان دانشگاه به نام پاکسازی. نمیدونم چقدر میدونید در موردش، اما این هست معنی سادهش. آقا جان تو دبیر ریاضی هستی، تو دبیر تاریخ هستی، تو خانم جان تو بهترین دبیر زیستشناسی شهر هستی، اما چون عقیدت مثل ما نیست، چون به تو برچسب ساواکی زدن، چون به تو برچسب ضد انقلابی زدن، چون تو شعائر اسلامی از این عباراتی که خودشون استفاده میکنن رعایت نمیکنی، شما حق نداری بیایی علم خودت رو در اختیار بگذاری. همون بحث معروف تعهد مقدم بر تخصص است. پس یکی از کاری که کردن پاکسازی بود. دومین موردی که من میتونم مثال بزنم که اولین اتفاق در آموزش پرورش بود، تغییر محتوای کتب درسیه که تو محور اول کامل بهش میپردازیم. مورد سوم، حتی اینها نام مدارس رو هم عوض کردن. دبستان دخترانه شکوفه، یک کلمه فارسی، یک معنی زیبا، تبدیل شد به دبستان دخترانه زینب کبری. من فکر میکنم همین تغییر نام نشون میده چه در پس زمینه حاکمان بوده. دبیرستان پسرانه یاران شد دبیرستان پسرانه میثم تمار. یعنی اصلا یک چیزایی که من فکر میکنم نیاز به توضیح نیست. تا
تغییر لباس دانش آموزان، حالا اینکه در سطح جامعه اتفاق افتاد اما خب روی مدرسه کنترلی بیشتری داشتن. حتی از همه مهمتر به نظر خودم به ترتیب من عرض کردم الان 10 سال اینجا هستم، موقعی که پسر من به فرانسه رسید همراه با ما، یک دانش آموزی بود که باید میرفت اول دبستان و از اول دبستان شروع کرده در فرانسه، الان در 16 سالگی است. از همون ابتدا با دانش آموزان دختر و پسر همه با هم بودن، از فعالیت‌های درسی تا فعالیت‌های حتی مثل استخر و غیره. ولی در نظام ایدئولوژیکی که زن در درجه دوم قرار داره، جنس دوم هستش، باید مدارس جدا شوند، نباید دانش آموز پسر و دختر در یک جا بنشینند. این فلسفه حاکمان بوده که اجراش کردن. پس از دیگر اقداماتی که هست، جداسازی جنسیتی مدارسه که اینم باز از اون معیارهای تبعیض در سیستم است، واسه همین من همیشه میگم فاشیستی است، چون تبعیض رو به شکل مختلف اعمال میکنه. من یک خاطره بگم یک لحظه برای اینکه هم فضا ترتیب بشه و هم براتون بیشتر روشن بشه. وقتی ما صحبت از تغییر لباس و ظاهر میکنیم، همه حواسشون میره به حجاب مثلا، یا اینکه آستین کوتاه نپوشیم. بله این قبول، این بود خیلی معروفتر و شناخته شده ترش هست. اما ما یک دبیری داشتیم در دوره دبیرستان در سالهای 60، همون دوران جنگ، ایشون همواره صورت اصلاح شده، لباس ها مرتب، همواره کت و شلوار بسیار اتو کشیده و ترتمیز، کفشای براق و گاک زده، همواره اینجوری می اومد. خیلی هاتون شاید دهه 60 رو از نزدیک ندیدین، اما این مدل معروف شده بود به طاغوتی. ایشون یه روزی در یک محفل کوچولی بین ما 3-4 تا دانش آموز با خودش، که مثلا تو زنگ تفریح یا یه فرصتی مهیا شد و بر اساس شناخت میدونست که ما هم آدمایی هستیم که مثل او فکر میکنیم و مثلا نمیریم راپورتشو بدین، ایشون گفت شما نمیدونید که ما از سال 57 تا الان، منظورش مثلا تو اون 6-7 سال بعد از انقلاب، چقدر مشکلات متعددی رو متحمل شدیم. حتی بعضیاش به قدری خنده داره من خجالت میکشم بگم. نمونهش این که من رو حراست آموزش پرورش خواسته و میگه تو چرا انقدر خوش لباس میگردی، چرا همواره لباس طاغوتی. ببینید برچسب میزنن بعد اون میشه چیز منفی، مثل همین لیبرال که در اول انقلاب پوش بود. حالا ایشون میگفت من رو به خاطر این توبیخ کردن، به جای اینکه برعکس باشه میگه آفرین تو که تمیز و زیبا و مرتب میپوشی، یک الگو به دانش آموز میدی که باید مرتب بگرده. اینو مثال رو به عنوان یه خاطره هم گفتم، همین که ذهن در واقع موجود در اوایل انقلاب رو براتون روشن‌تر کنم. عرض خاصی ندارم و اگر الان موردی سوالی چیزی هست من در خدمت شما هستم. آمین جان، بابک عزیز و حضار محترم. نه سوال خاصی که الان تو لایو چت نداریم هنوز. آرمین جان اگه تو مطلبی داری بفهم. نه من خب من سوالم چیزی که سامان جان گفتن اصلا نپرسیم، چون من خیلی هم ممکنه الان بپرسیم دیگه. گفتم در آنتراکتایی که اون پوزی که میزنیم وسط شما بپرسیم. بذار من جملم تمام. نه خب من اینکه من سوالم درباره اینه که خب خیلی ها میگن که خب اسم مدرسه ها عوض شد که شد، خیلی ها این دبیرستان ها و دانشگاه ایران خیلی قدرت آموزشیش از خیلی از مدرسه های همین الانش و موقعی هم که ما بودیم از مدرسه های خارج از ایران خیلی بهتره. من اصلا یادمه وقتی که از ایران اومدم بیرون، من دانشگاه تهران رفتم، بعد که اومدم ونکوور رفتم دانشگاه، زیست و ریاضی که تو دانشگاه تو کانادا به ما داشتن درس میدن چیزی بود که ما تو دبیرستان همه اولای دبیرستان داشتیم میخونیم. برام خیلی عجیب بود که چرا دوباره برگشتیم انقدر عقب. یعنی اینا بعد خب خیلی میگن که خب این قدرت آموزشی مقدار، یعنی میزان آموزشی توی ایران خیلی ارزشش بیشتر از این که حالا نصف اسم مدرسه که شکوفه بوده رو حالا کردن زینب چه میدونم چی خیلی ناسم بلی که آره حالا هر چی مهم نیست. این برای شما ملاکی نباید باشه که حالا من از ممکنه بگن از تو ایران مشکل این که کار برای مردم نیست، یعنی از آموزشی ما مشکل نداریم، از اینکه کار برای کسایی که انقدر سوادشون بالا هست تو ایران زیاد نیست، ولی از آموزشی از جاهای دیگه ایران برتره. نظر شما چیه؟ بله مرسی آرمین جان. از خدمت شما که
من اولا مثال برعکسش رو دارم، یعنی مثلا چیزی که ما در فیزیک سوم دبیرستان به دانش آموز آموزش میدادیم، من اینجا در فرانسه در کلاس به اصطلاح معادل سازی ایران که بکنیم در فیزیک سال اول دیدم. این است که من اینو خیلی ملاک نمیدونم، اما دقت کن عزیز جان، بحث این که کیفیت آموزشی در ایران در چه سطحی است، این رو بیشتر به معلم ربط داره. یعنی من در مقدمه هم عرض کردم که فعالیت های آموزشی، نتایج مثبت، آنچه که به عنوان دستاورد میشه براش حساب کرد، زحمات دانش آموز، هوشش، تلاشش و همچنین کار معلمه. وگرنه این که حالا فرمول نیوتن رو ما در پایه اول درس بدیم یا در پایه آخر درس بدیم، اینو کارشناس اون رشته میاد صحبت میکنه. این نکته. این دوم، من اینو یک پکیج میبینم. مثال تغییر نام مدرسه، این رو یک پکیج میبینم که از قطعات مختلف پازل تشکیل شده. نمونهش تغییر کتب درسی، تغییر پوشش، آموزش هایی که میدن، و از همه مهمتر بخش پرورشی هست که بهش میپردازم. من فکر میکنم تا اینجا این رو از من شما بپذیر، تو قسمت بررسی کتب درسی تا یه حد زیادی من پاسخ شما رو میدم. خصوصا فراموش نکن که در دروسی مثل ریاضی، فیزیک و شیمی ماهیتا متفاوتند با دروس علوم انسانی مثل تاریخ، منطق، فلسفه و امثال هم. خب یکی از ممکنه گوش کنه فکر کنه که به نظر مرسه شما هر اتفاق خوبی بیفته رو میخوایم بگین جمهوری اسلامی نبوده، هر اتفاق بدی که بیفته رو میگین جمهوری اسلامی بوده. یعنی از قبل خب پس از قبل اینو تعیین کردین که نه، بر اساس تجربه بوده. من بر اساس تجربه‌ای که داشتم، من توی سیستم آموزشی ایران هیچ نکته مثبتی رو من ندیدم، درست شد، که کار رژیم باشد. اگر نکته مثبتی وجود داشته، حاصل کار متخصصین و معلمان و دانش آموزان بوده. شما دقت کنید این دو تا مبحث جداگانه است. یعنی نکات مثبت در آموزش پرورش ما وجود دارد، اما عرض کردم از کوزه ای که سیاهه تو نمیتونی شیر سفید در بیاری. جمهوری اسلامی با ایدئولوژی شیعی ماهیتا نمیتواند به ما مثبت ارائه دهد. ماهیت آیا این این مخصوص دین شیعه است یا مخصوص اسلامه؟ نه، مخصوص کل ادیانه. شما مخصوص کل ادیانه. شما حتی اونهایی که میان میگن مثلا مسیحیت اینجاش به اسلام برتری داره، من به عنوان یه آتئیست مخالف این هستم که آموزش کشور رو بر اساس دین بگذاریم. ولی چرا ما به شیعه تاکید میکنیم؟ چون تو ایران شیعه بزرگ شدیم. خب اون وقت یه کسایی ممکنه بیان بگن که سامان جان تاریخ اسلام اگه نگاه کنید خیلی از این اصلا الجبرا، خیلی اصلا از عدد رومی رفتن به عددهای هندی، همه این چیزا به خاطر دنیای اسلام بوده که تونستیم از ریاضی از لحاظ غلطه این حرف؟ بله، اینا غلطه. این دقیقا همین تفکیکی است که من دارم انجام میدم. اگر خوارزمی الگوریتم رو به وجود آورد، اگر ابن سینا کتاب قانون رو نوشت که تا قرنها در اروپا به عنوان کتاب مرجع پزشکی بود، اگر عطار نیشابوری اون فرمول اتحاد اول ریاضی رو به دست آورد که قرنها بعد نیوتن به دستش آورد، همه اینها ناشی از اسلام اینا نبوده، ناشی از دینشون نبوده، این ناشی از کار خودشون بوده. این همون تفکیکی است که من تو آموزش پرورشم قائلم. میگویم حسن کار. یک مثال دیگه بزنم. من دبیر، نه من سامانا، من دبیر فرض کنید یک مقاله بنویسم در کل دنیا، این مقاله به عنوان یک دبیر فیزیک در ایران مطرح بشه، شما آیا میتوانید بگویید او مسلمان است؟ او اسمن مسلمان است، چون به خاطر شغلش مجبوری تو ایران میگه من مسلمونم. التزام عملی به اسلام جزش شروط استخدامه، ولی شاید اون آدم تعدیلش آتئیسته، بنابراین تخصص ربطی به دین نداره. خب من این جواب که شما دادین رو من معمولا میگم، البته من خیلی تو لایو چت بعضی فکر میکنم من نظر خودم رو میگم. من میگم که اینا حتی اگه مسلمان هم بودن به خاطر مسلمان بودنش علمشون به اسلام ربطی نداره. خب یعنی من قبول دارم این حرف شما رو. بعضی ممکنه بگن خب یه کسایی مثل ابن رشد
یا اوراست ابن رشد، ابن رشد اوراست به اینا میگن که نه ما اصلا تو خود دین خدا به ما گفته که بریم دنبال علم و اونا هرچی دوست دارن بگن. آمین جان اینکه خدا هست که ما حقیقت رو نبینیم.